أوحى به الله وحيا ففاض نورا وأحيا به الموات فكان الدنيا المراد لعليا دنيا المراد لعليا وللحياة ربيع يهمي على الروح ريا ومرفأ والأمان ظلاله تتفيا فكان الدنيا المراد لعليا دنيا المراد لعليا وللحياة ربيع يهمي على الروح ريا ومرفأ والأمان ظلاله تتفيا بالدمع تتلوه عيني والقلب بات نديا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا و از قرآن آنچه را که شفا و رحمتی برای مؤمنان است نازل می کنیم ولی بر ستمگران چیزی جز زیان نمی افزاید بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي پروردگارا سپاس تو را میگیم که باز به ما فرصت عنایت فرمودی لحظات با بیننده های عزیز باشیم و در مورد مسئولیت های ما صحبت بکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خواهر و برادر عزیز و ارجمند. این برنامه را هم مثل برنامه گذشته با داستان ها شروع میکنیم انشاءالله. از این حکایات بند و اندرز شامل حال ما شود، در تجربه های ما بیفزاید، از این تجربه ها و از این داستان ها چیزهای بیاموزیم. از این که برنامه زنده ما وقتش تغییر کرده، من گمان میکنم که عزیزای ما در افغانستان و در تاجیکستان حال برشان ناوقت است. شاید مشکل باشه که برنامه زنده ما را مشاهده بکنن، نصف شب است یا شب پخته شده بگویم. به هر ترتیب امکانات و دست داشته های ما همینا هست. تمنا میکنیم خداوند فرصت های زیاد نصیب ما بکنه که شما هم بدون که خوابتان خراب شود در فرصت های مناسب برنامه ها رو دیده بتانید. طبعا شما اگر برنامه زنده رو نتانستین از برنامه ها که تکرار میشه امور رقم روز یک شنبه ساعت 4 با وقت مکه مکرمه و ساعت 3 با وقت هامبورگ تقریبا ساعت های خود شما را عیار میکنین و همچنان روز پنج شنبه صبح وقت تکرار سومیش است انشاءالله، تکرار دومیش است. امیدوار هستم شما فرصت داشته باشین و ازش استفاده بکنین. مثل که برنامه گذشته هم از شما عزیزا خواهش کردم که این برنامه را ما و شما مشترک پیش میبریم. صحبتی که من میکنم، قصه را یا داستان را برای شما تقدیم میکنم، از او چی برداشت میکنیم، چی استفاده میکنیم، شما هم با ما مشترک برنامه را پیش ببریم. تلفن ها را ما باز میکنیم، شما
در وقت مناسبش صدای گرمتون رو بکشین که ما هم جرأت پیدا کنم با شما برنامه را پیش ببریم. ما این بار از ازدواج دو یار رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به شما چند جمله بیان میکنم. خانم زیباروی در مدینه منوره، حیفا اسمش بود، خیلی معروف و مشهور بودن، صاحب جمال بودن، شخصیت پاکدامن و با تقوایی بودن، ولیکن هر کسی از اونا خواستگاری میکرد رد میکردن. بزرگان مدینه منوره خواستار از این بودن که با بی بی حیفا ازدواج بکنن، اما به یک نوع راضی نمیشد حیفا که تن به ازدواج بده. روز به حضور پیامبر عزیز ما صلی الله علیه و سلم شرفیاب میشن و میگن یا رسول الله صلی الله علیه و سلم، یک کار را انجام، یک کار را به ما شما سفارش بکنین که ما زودتر به جنت، مرا به جنت زودتر برسانه. سبحان الله. در وقت عزیزای ما نیت مردمی بود که چه کار کنه که به بهشت بره. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اعمال خیر، کارهای که شایسته یک مرد مسلمان، یک زن مسلمان می بود، همیشه در دسترس از اونا قرار می دادن، اونا رو توصیه می کردن به کارهای خیر. طبعا اونا هم تلاششان همی بود که با انجام کار خیر پاداشش از الله بگیرن. بی بی حیفا وقت این سوال از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم کرد، رسول الله آگاه بودن که حیفا مجرد است، ازدواج نمی کنه. گفتن بی بی حیفا، از همه اولتر تو باید ازدواج بکنی، دین تو را همین ازدواج مکمل می سازه. وقت حیفا شنید حرف از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که ازدواج خیلی مهم بوده، دین انسان به او تکمیل میشه، بعدش یا رسول الله شما به ما کیر هم کف و ما مناسب حال ما کیر شما میبینید؟ شما در جریان هستین که پادشاه حبشه نجاشی از ما خواستگاری کرد، ما او را قبول نکردم. شخص دیگر نامش گرفت که تقریبا 100 تا شتر و هدایای زیاد را پیشکش کرد برای ما که با او ازدواج کنم، ما قبول نکردم. حال وقت نجات ما در ازدواج هست، رفتن ما به بهشت یا نجات ما از مصیبت های دنیا، مصیبت های نفسانی شهوانی اینا، وقت انسان وقایه میشه این ازدواج باید بکنه، من نجات ما وقت در ازدواج میبینم، پس اختیار خود ما بر شما میتونم، شما هر کسی را به من لازم دیدین، ما رضایت شما، امر شما را با دو دیده قبول میکنم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفهمن که جوانای مدینه، زیاد از جوانای مدینه خواستار ازدواج با حیفا هستن، ولی برای از این که در دل کسی یک شکر رنجی، یک آزردگی ایجاد نشوه که رسول الله مبارک چرا فلانی رو برای کسی دادن، تدبیر و حکمت سنجیدن و گفتن که ما امروز حیفا را با کسی عقد میکنم، با کسی بزنی میتونم حیفا را که اولین نفر از دروازه داخل شوه و به مسجد بیاره. در مسجد نبوی صلی الله علیه وسلم نشسته بودن، همین سفارش کردن، هر کسی که اولین کسی که داخل مسجد شد، ما حیفا را به عقد نکاحی از او در میارم. منتظر بودن دیگه، هم صحابه با انشان نشسته بودن، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم خیستن و نماز خواندن. در جریان نمازشان یک کسی داخل شد. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وقت نمازشون خلاص شد، پرسان کردن کسی آمد؟ گفتن بلی، صهیب آمد. یکی از صحابه صهیب بود، او صهیب رومی نه، یک صهیب دیگه.
رسول الله صلی الله علیه و سلم صحیبه وقتی دیدن بشناختن صحیبه. صحیب یک چهره سیاه رنگ داشت و کم زشت بود، قوارش یعنی مقبول نبود، چهره خشن داشت. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتن که ببینیم قضا و قدر چی میکنن، بیا با حیفا یک مشوره میکنم. حیفا را خواستن به حضورشان، با او مشوره کردن که حیفا ما همه طور یک برنامه سنجیدم برای عقد نکاح خودت و گفتم که هر کسی اولین نفری که داخل مسجد شوه ما حیفا را به عقدش میارم. و در این جریان صحیب داخل شد و صحیب تعریف کردن که چهریش سیاه رنگ است و خشن است، مقبول نیست. حیفا او زن مؤمن، مؤمنه، او زن با تقوا، او که رضایت پیامبر عزیزه در رضایت خودش یا رضایت خودش در بر رضایت از اونا گذاشت، قربانت شوم یا رسول الله، اما هیچ حرفی ندارم، هر چیزی شما خواسته باشید من حاضر هستم. وقتی رضایت حیفا را گرفتن پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، صحیبه خواستن و در حضور صحابا نکاح کردن و برای صحیبه گفتن که خانومت بگیر و برو یک چیز بخر برین خانه. صحیبه گفت که یا رسول الله، پدر و مادر فدای شما، من که هیچ چیز ندارم، پول ندارم. در این وقت حیفا گفت که یا رسول الله، من یک مقدار پول هست که بر صحیب بتو. بعد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتن که همو ولیمه ای که در نظر بود همو را سرشته بکنن. ولیمه شد و برای صحیب گفتن که صحیب خانومت بگی دیگه بخیر برو طرف خانید. صحیب میگه یا رسول الله صلی الله علیه و سلم، ما که خانی ندارم. سبحان الله، تالی حیفا به کسی آمده که نه از نظر ظاهری بگویم نه قواره خوب داره، نه از دنیا مال داره، نه خانه. سبحان الله، حکمت چی هست؟ الله چی میخواه؟ حیفا که در این کار وقت راضی شد و پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم این رو گفته بود که یا رسول الله، مرا شما به اجرای کار رهنمایی بکنین که مرا زودتر به جنت برسانه. میبینیم آلی در این کار چی هست که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بر از او اولین کار را گفتن تو میکنی حیفا، تو باید استواج بکنی. حال قرآن به نام صحیب برآمد، خانم زیبایی که بسیار کسا را او رد میکرد، حال به رضایت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم تن داده و قبول کرده و صحیب عروسی کرد. نانم نداشت، خانم نداشت. حیفا گفت یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، من خانی دارم، ما میریم خانه میریم. بعد پیامبر عزیز فرمودن صلی الله علیه وسلم که صحیب خانومت بگی و برین خانه برین. رفتن خانه، وقتی داخل خانه شدن حیفا میگه بر صحیب که ای مرد، خداوند عزیز مرا من حیث یک نعمت به تو عطا کرد. سبحان الله، خودش من حیث یک نعمت، طبعا یک نعمت بوده که برای هر کس میسر نمیشد، حالا الله ایره برای صحیب لازم دیدن و میگه حیفا که و الله تو را بر من یک مهنت قرار داد. سبحان الله، یک مرد به هیچ چیزی، نه پول، نه خانه، نه قواری، این یک ابتلا یا یک مهنت برای خودش عنوان میکنه که تو را الله برای من یک ابتلا یا یک مهنت یا یک امتحان قرار داد. حال تو این نعمتی که خودش است، این نعمتی که الله برای تو داده، باید شکر کنی، شکرش را بجا کنی. و ما ای ابتلا و یا ای مهنتی که برای من الله داده، من ایره باید صبر کنم. آل پیشنهاد میکنه
حیفا و شوهرش که بیام تو امشب تا صبح در عبادت و طاعت الله سپری میکنیم، تو به شکر به ادای شکران شکر برس و ما هم ادای صبر بکنم. موافقه میکنن زن و شوهر، شب با عبادت سپری میشه، نصف های شب میشه. الله عزیز، الله که میبینه دوتا بندیش در عبادتش مشغول هستن و یکی شکرانگی ادا میکنه و دیگر هم صبر میخوایم ادا بکنه. الله جبرائیل علیه السلام برش دستور میده که یا جبرائیل و حبیب مجده بهشت این دو زوجه ببر. سبحان الله، از بالای آسمان ها الله پاداش از این دو همسر جوانه میفرسته. حضرت جبرائیل امین میآیند به حضور پیامبر عزیز مشرف میشن و میگن که یا رسول الله، الله عزیز مجده بهشت برای صهیب و حیفا داد، مبارکشان باد. پیامبر خوشحال میشن، پیامبر عزیز، پیامبر رحمت، پیامبر که امتشان دوست داشتن، خوشحال میشن. به صهیب احوال روان میکنن که صهیب، الله عزیز مجده بهشت بر شما دو نفر داد. سبحان الله، این دوتا زوج مبارک. حیفا همطور گفته بود که یا رسول الله کار را به ما نشان بتین که ما در انجام از او زودتر به بهشت برم، و امشب خدای عزیز عزوجل حیفا را به زودترین فرصت مجده بهشت برش داد. صهیب سر به سجده میره، دعا میکنه یا الله، ما نمیخوایم که کدام معصیتی از ما سر بزنه و این مجدی که برای ما دادی ای از استباره، الهی روح ما قبض کو، جان ما بیک میگم یا رب. مجده رو برش دادن، الله برش پیام فرستاده که بهشت برش عنایت شده، حال میگه دیگه چیز نمیخوایم، نکنم کاری که این مجده است پیشیم برای سر مبارکش در سجده هست که الله عزیز دعایش قبول میکنه. و شگفتی ای که حیفا هم همین رقم دعا میکنه از اللهش که یا رب تو امانتی ده بگیر، و الله عزیز هر دوی از اینا را قبض روح میکنه. و فردا پیامبر عزیز وقت خبر میشن که کار به ایجا رسیده، هر دوگه کشان در نزدیک هم گور میکنه، روحشان شاد و یادشان گرامی بود. خواهر و برادر عزیز من، او کسی که تمنای رفتن به حج به زودترین فرصت کرد، چطور دلکش میخواست؟ این رو به اخلاص خواسته بود، نخواست که ما مثل ما واره یک کسی باشه که با سویم برابر باشه، شرایط وضع میکرد که ای چیز داشته باشه. اینا رو همه گیره یاد برد. خدایا بر ما راه را نشان بدی که زودتر به بهشت برم. و رسول اکرم صلی الله علیه و آله وقتی میگن تو باید ازدواج بکنی از همه اولتر، همین ازدواجش سبب میشه که مجدی بهشت الله عزیز نصیبش بکنه. بنابراین شما خواهر ما، برادر عزیز ما، در ازدواجی که میکنین باید توجه بکنین، نیتتان خالص باشه، نیتتان به خاطر الله باشه، نیتتان برای خوش ساختن رسول الله باشه صلی الله علیه و سلم، که یک سنت پیامبر به جا میکنیم. حال شما عزیزای من، در این داستان چی چیزا هم شما گرفتین، چی برداشت شما کردین، اینو میخوایم که اگر تلفن‌ها باز شوه شما عزیزا صدای گرمتون رو بکشین و در این رابطه هم صحبت بکنین. ما همطور آهسته آهسته با هم برنامه را پیش میبریم. امیدوارستم که استودیوی مرکزی شماره تلفن رو بیندازن و برنامه ما
مشترکاً با بیننده ها پیش بره. پیامبر عزیز صلی الله علیه و سلم که حضرت انس روایت میکنن، توصیه میکنن، میگن کسی که شفاعت مرا میخواهد در روز قیامت، کسی که شفاعت مرا میخواهد دختر خودش بر فاسق نده. سبحان الله. کسی که دخترش توتی جگرش به یک کسی میده که او لیاقتش نداشته باشه، یک کسی فاسق، یک کسی گناهکار، یک کسی بدکار، یک کسی عصیانگر، حلال و حرام نمیشناسه، حق خودش و حق مردم نمیشناسه. اگر کسی آرزوی شفاعت مرا در قیامت داشته باشد دخترش برای فاسق نده. چقدر مصیبت ها هست در اجتماعی ما و شما، پدرها، مادرها یا بزرگا وقت اختیار دخترشان در دستشان بوده، دختر خود برای کسی دادن که لیاقتش نداشته، دیدن نتیجه، هم خودشان به عذاب شدن، هم دختر و توتی جگرشان به عذاب شدن. ببینیم پیامبر عزیز در اکتفا نمی کنن، دوام صحبتشان است که اگر یک زن یا یک دختر دانسته راضی شود به ازدواج با یک فاسق، حال دانسته که همی آدم آدم فاسق است، آدم خراب است، آدم بدکار است، آدم اسیانگر است، در برابر اوامر الله سر خم نمی کنه، می دانه، اگر دانست که متی یک کس خواستگارش شده و ای راضی شد و تن داد به ازدواج با همه تو یک شخص، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم میگن که روز قیامت از گور قسم میخیزه، از قبرش قسم بلند میشه که در بین دو ابرویش یا در پیشانیش نوشته است که این زن از رحمت خدا، از رحمت الله ناامید است. سبحان الله. چقدر دشوار است. خواهرک عزیز من، دختر عزیز من، اگر دیدی که یک جوان خواستگار تو شده، هر چیز داره از دنیا، از سرمایه و خانه و فلان و فلان، هر چیزی که از دنیا داره، ولی آدم بی نماز است، آدم فاسق است، آدمی که از خدا نمی ترسه است، باید تن به ازدواج با این شخص ندی. هم دنیایت خراب میکنه، هم آخرتت. بناهن عزیزای من بسیار احتیاط بکنن در این رابطه. ما حال یکی از عزیزا رو میبینیم که کی است. سلام علیکم و رحمت الله. بله سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم سلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید برادر عزیزم، از کجا گپ میزنین؟ از آمور صحبت میکنم. میخواستم در مورد صحبتاش ما علاوه کنم که ما از این درس میگیریم که درس تبر و اقامت در اسلام مثال مهم است، و دومی که باید تمام مسلمان ها در اسلام تقوا را ارزش بدن، محق هستی مسلمان ها تقوا باشن، نه چهره نه پول نه دارایی، و دیگر رضایت خدا و رسول را از همه چیز بالاتر بدانند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسیار تشکر برادر عزیز، خیلی گپ های معقول، خیلی گپ های اصلی را شما گفتین. خدا من شما را خیر بده. بدون شک از همی داستان شما همطور یک چیز گرفتین. بله برنامه رحمت. السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید خلاص صاحب. معجزات محترم، بسیار خوشم که چهره مبارک شما را در روی صفحه میبینم و سر یک موضوع بسیار خوب هم صحبت برین، با کلمات بسیار خوب و داستان های بسیار خوبی که مطرح کردین. ما اجازه شما باشه یک شرکت در برنامه شما کوتاه و در ضمن یک سوال دارم. مهربانی کنین، بسیار خوش میشم. بفرمایید. وقتی شما خبر دارید در شهر بن هستم، آلمان غرب و در آلمان، حال آلمان غرب نیست، آلمان است، و یک از روزا چون ما دیر میشه در شهر زندگی میکنم، یکی از دوستا، یک هموطن ما، یک افغان ما از یک شهر دیگه برای ما زنگ زد و برای که ما اونا را قدر معرفت باشه نداشتم، خواهان معلومات در مورد یک جوان شد.
و بعد از سوال پرسی من گفتم چطور معلومات چی هست؟ گفتن که معلوماتی که میخوایم بفهم چونی جوان یا فامیل از اونا طلبگار آمدن برای دفتر از اونا. ما بیشتر یک مشکل کلان رو برشتم، گفتم من نمیفهم که جوان ما خود کام زندگیش نمیفهم برای خود چی قسم معلومات دارم. و فکر میکردم شاید سوال کنه که تحصیلات از این بچه با کدا اندازه است، سن و سالش و خلوت دیدن خودشان میفهمن و فرض میکنم کاروبارش چطور است، عایدش چطور است، تحصیلاتش چطور است، خانه داره نداره و همچین مسائل که من اونقدر معلومات زیاد نداشتم. ما گفتم که ولت اندازه که من معلومات دارم از فامیل خوب هستن، اما میفهمن بر ما چی گفت؟ بله. برادر ما چی ده گفت که من حالا به فکر انداخت، پرسان کرد که این بچه نماز میخوانه یا نی؟ سبحان الله سبحان الله. ما به فکر رفتم که ببینی کلی مسائل دیگری که من فکر میکردم که آدم شاید سوال کنه. ما به این سن و سال رسیدیم، درست است که ما هم اولاد داریم، دختر داریم، بچه داریم و در فکر هستیم. این معلوماتی که من میخوادم برای جمع کنم که در چی موارد خواهد بود و این سوال را کی آدم از من کرد، گفت آیا نماز میخوانه یعنی. بعد با که هرچه قرضی موضوع وقت دیر میشه من میفهم که این چقدر عمیق یک سوال بده و چقدر یک موضوع دلچسب بده که اگر انسان واقعا یک آدم هرچی داشته و داشته باشه و پیدا کنه ولی علی نماز و نماز و ذکر و پروردگار نباشه در حقیقتی هیچ سرمایه نداره. این موضوعی بود که ما در جیان گذاشتم، انشاءالله شما این را کمر بیشتر روشنی خواهد دادن. اول من این است که برای می جوانایی که اکثرا در خارج از کشور اروپا زندگی میکنن، یک تعداد از اینا با یک تعداد از دخترای اروپایی به اصطلاح رفیق رفیقه میباشن و به این نام که باز میبینیم بعض وقتا اونا ازدواج میکنن. از نظر اسلام خو اهل کتاب، تنها اهل کتاب بودنش مطرح نیست، بلکه اونا باید پاکدامن باشن. عالمی دختری که با همی خود از جوان ارتباط برن که بعدا میخواد ازدواج کنه، آیا می رابطی از این پاکدامنی از این لطمدار میشد؟ یعنی آیا می خود دوران پاکدامنی حساب میشه؟ یعنی که میگن براینده میاد و خیلی اونا رو گرفتن یک بیاره بیمانا که گویا نامزاد هم نینه رفیق و رفیقه بودن و با هم ارتباط باتی هم داشتن، یک ماه دو ماه یک سال دو سال بعدم حتی صاحب طفل همیشه باز که دواج میکنین هیچی را فکر میکنین که امید دختر اهل کتاب بده این بچه هم مسلمان این رواز فکر امیر ما میخواست شما در مورد اگر کمیر معلومات بتن که بسیار فکر نمیکنم که باید یک پاکدامن مطرح نباشه. بسیار تشکر خلاص. سوال کنم میکنم که موضوعی بسیار خوبی را مطرح کردید که جامعه افغانی واقعا در مشکلات بسیار زیاد روبرو است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خیلی تفسیری شما بسیار بجا بود و سوالتان هم که با برنامه هماهنگی داشت. طبعا مطالبی که شما یاد کردین خیلی جاندار است، اما در اینجا ما من حیث یک مسلمان، اینم برنامه تلفنی دیگرم بگیرم که بله برنامه رحمت. السلام علیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. شما از کجا زنگ زدین؟ اسم شریف شما؟ علی محمد هستم از تاجیکستان، لیکن حاضر از شهر روسیه زنگ زدم. بسیار خوب، بفرمایید علی محمد خان. سوال من همین است که استاد، بود انسان و نیتی حج سفر دارد فرضی، بله، اما بعد درست کردنی حجت و چیزها تنظیم های هستند در ما که طلب پلی زیادتی میکنند از ما، بازو ایروی شریعت اسلام دادن همین پول با آنها ما گناهگار میشویم یا نه؟ میخواستم همین رو به این روشنی هم بزیستم. بسیار تشکر، لطف کردین، خدا خیر به شما را. من فکر میکنم که دوره صحبت ما شما با یک میان برنامه دنبال میکنیم، بعد از اون انشاءالله دوباره به برادر و خواهرای عزیز برنامه را با هم پیش میبریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
شبستان وجود ما بدون یاد ربطار است، بنازم نور قرآنش دوای قلب بیمار است. زمین خشک دلها را چو آب پاک باران است، هر آن کس زین گریزان است، گلستانش پر از خار است. اگر روزی گذر کردی بسوی گلشنی قرآن، بیابی بزم قرآن را، بهشت پر ز انوار است. سرشت از ایزی دیدارد، نشان از سرمدی دارد، بود نطق خداوندی، غم ابلیس مکار است. شبستان وجود ما بدون یاد ربطار است، بنازم نور قرآنش دوای قلب بیمار است. چو خورشیدی پر از نور است، لباسش عطر و کافور است، بیا از وی ببر نوری که او مصباح انوار است. بدل دارد ابد قرآن، مسلمان را پیامی رب، ولی هر مسلمان است، عدو سخت کفار است. اگر در زندگی آید، شود جانت بهارستان، گر از او رو بگردانی، سزایت آتش و نار است. شبستان وجود ما بدون یاد ربطار است، بنازم نور قرآنش دوای قلب بیمار است. شفای روح هر جسمی توی قرآن، توی قرآن، بهاران می کنی دل را، دل از یادی تو سرشار است. خدایا عشق قرآنت به قلب ما فزون بین ما، ببر از دل گناهان را، که قرآن خصم فجار است. بگردان ره روانش را، به دنیا سر و رو سالار، به عقبا جز به ابرار است، که او سالار ابرار است. شبستان وجود ما بدون یاد ربطار است، بنازم نور قرآنش دوای قلب بیمار است. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام مجدد به شما عزیزا. سوال را که برادر عزیز ما پیشتر کردن که ازدواج با اهل کتاب بود، طبعا در کشورهای ما مسلمان ها، در افغانستان، در تاجیکستان، در حتی در کشورهای عربی، از اروپا یا از غرب یک برداشت هست که در اینجا مردم عیسوی هستند یا اهل کتاب هستند، ولی اصل شطور نیست. در اینجا یک عده بسیار قلیله عقیده مند هست که و کلیسا میره، با انجیل سر و کارش هست، که اینا در ارتباط دینشان اینا دیندارا هستند، ولی بسیاری از اینا، اکثریت، شاید بالاتر از 50% مردم در اینجا، رسما از کلیساها استعفا کردن که ما دیگه با کلیسا ارتباط نداریم، نمیرنم. ولی که در اذهان عامه همه طور است که در اینجا مردم عیسوی هستند. اگر که یک پسر مسلمان بخواهد ازدواج بکنه با یک دختر مسیحی یا یک اهل کتاب میتونه. بنابراین در اینجا دخترایی که
با پسرای مسلمان سر و کارشان پیدا میشه، در مکتب هستن یا در بازار یا در جای کارشان، با اینا وقت ارتباط پیدا میکنن. مثل که در همین جا رواج هست پسر و دختر با هم یک دوری بسیار طولانی را با هم سپری میکنن، مثل دو تا زن و شوهر، در حالی که اینا به گفته خودشان دوری معرفت هم میگذرانن که آیا ما با هم سازگار میشیم بالاخره که ازدواج کنیم یا نی. بعضی کسا هم هستن که یا صاحب اطفال شدن ولی تا حال هم تصمیم نگرفتن که اینا رسما ازدواج کنن، دوستیشان با مو رفاقت و بی‌مسئولیتی پیش میره. وقتی بعضی کسا هستن که بالاخره تصمیم میگیرن که ها حال ما میتونیم که ازدواج کنیم، یکی دیگه ما رو شناختیم، شما باور بکنین که در بسیاری وقتا همه طور اتفاق افتاده که اینا بعد از سالها به این تصمیم رسیدن یا به این نتیجه رسیدن که اینا میتونن با هم تفاهم پیدا کردن، میتونن زندگی را با هم پیش ببرن، وقتی رسما میرن ازدواج میکنن، نکاح میکنن، یک چند روز سپری نمیشه که این ازدواج به هم میخوره. یهمو فطرت انسان ها هست. وقتی شما خدا نکنه شما میگو وقتی که جوانی که در اینجا هست با یک مخالف جنسش با یک دختر یا یک دختر با یک پسر وقتی معرفت پیدا میکنن دوست میشن سالها دوام میکنه، اینا شاید جنگ و جدالشان کمتر رخ بده. چرا؟ اینا مسئولیت پذیر نیستن، با یک دیگهشون تعهد ندارن، مسئولیت نمیپذیرن که ما وظیفه ما حق ما بالای تو یا حق تو بالای ما چی هست. بنابراین اینا دو نفر آزاد هستن، هر وقت بخواین دوست هستن، هر وقت بخواین نیستن. وقتی یک جا میشن این عقد بینشون صورت میگیره، اینجا مسئولیت ها سپرده میشه مثل که برای دو نفر. اینا در یک سقف من حیث زن شوهر وقت زندگی رو شروع میکنن حال شناخت پیدا میشه. حال اینا بعضی نزاکت هایی که تا حال این نبوده متوجهش نشدن، حال در این وقت اینا سر یکی دیگه خوش نمیخوره، فورا اینا دست به دعوا میزنن و دوباره میرن به محکمه و خدا از شر یکی دیگه خلاص میکنن. به این ترتیب مشکلات اهل کتاب در اینجا همی است. ولیکن او کسایی که اهل کتاب هستن با وجود شرکشان، با وجود که عیسی علیه السلام از مقام پیغمبری بالا میبرن و مادر پاک دامنشان مریم علیه السلام، بر ترتیب با وجودی وقتی اینا به می دین تحریف شده باور دارن، اینا اهل کتاب هستن. اما چقدر شرایط هست یک پسر مسلمان با یک دختر ولو مسلمان باشه اجازه نداره که اینا رفاقت داشته باشن، خلوت بکنن، اینا از گناه های کبیره هست. ولیکن بگویم جوانی هست، اینا یک کار کردن، یک مدت به می شکل بالاخره تصمیم میگیرن که ازدواج میکنن. اگر حال همین دختر اهل کتاب است و مون دینش باور داره، خب ایره اگر از خدا عفو بخواین و توبه کنن، یا خصوصا این پسر که مسلمان هست ندامت بکشه که خدای من خلاف امر تو من کارهای انجام دادم که من حیث یک مسلمان باید نمیدادم، ای باید به خدای عزیز حواله میکنیم که خدا اگر بخشید که میبخشه، ولیکن حیف اینقدر روزها و سالهایی که اینا در عصیان سپری کردن. من به او جوانای عزیزم این توصیه رو میکنم که از این رقم ازدواج هایی که شما معرفت پیدا کنین با یک کسی ولو این مسلمان باشه، شما روابط داشته باشین با هم، نشست و برخاست کنین، خلوت بکنین، اینا شما را به سعادت نمیبره. شما بالاخره به یک دیوار بسیار سنگین سرتان میزنین که پشیمان میشین. همو راه هایی را که بر ما شریعت ما اسلام عزیز ما بر ما راهنمایی کرده نشان، از همو راه ها بریم زندگی آینده خود ما را با عزت و عفت و پاکدامنی تشکیل بکنیم. بر ترتیب میریم به دنبال صحبت ما. داستان دیگر بر شما عزیزان میخواییم تقدیم بکنم که در شهر مروه یک قاضی هست، قاضی که اسمش در روایت میاد یا در کتاب میاد که نوح ابن مریم. اینا مسند قضا را به عهده دارن و دختر داره که به سن سال ازدواج برابر میشه، موقع عروسیش است. با همو دوستایی که داره، اشراف و بزرگایی که در دورش هستن، با اینا مشوره میکنه که ما دختر ما موقع
ازدواجش رسیده، ما میخوایم که دخترم خانی بختش روان بکنم، شما برای من مشوره بدید. یکی از مشاورین برای قاضی میگه که برادر عزیزم، شوهر دخترت باید برش زیاد توجه کنی که آدم دیندار و خدا ترس باشه. مثل که خلاج صاحب دروجه گفتن که او کس پرسان کرد که آیا این پسر نماز میخوانه؟ سبحان الله. اما خدا ترسی یک انسان از وقت نماز میخوانه، وقتی بس پیش الله سرش به سجده میگذاره، پنج وقت الله با ملاقات، با ملاقات الله پنج وقت میره. پس همین خدا ترسی است، همین خدا دوستی است که نماز میخوانه. بنابراین مشاور میگه بر قاضی که مشوره معمی است که به مال و منصب دامادت بسیار توجه نکنی الا ای که به تقوا و پرهیزگاریش. قاضی فکر میکنه که خدایا این قسم آدم از کجا پیدا کنه. یک بار در ذهنش میاد که یک غلام داره، یک جوانی هست که غلامش هست، نامش مبارک است. میگم این آدم خوب بچه خوبی است، خدا ترس است، نماز خوان است، امیر داماد میگیرم، دخترم هم میدونم. پیش خود فکر میکنه خب باید ایره اول آزاد کنم، بعد از او باز ایره داماد میسازم. مبارک صدا میکنه که بیا پسرم برای تو با تو یک مشوره دارم. میگه من فکرم همه تو یک چیزی میگردم، دخترم هم میخوایم که ازدواج کنه و میخوایم که اول تو را آزاد کنم و بعد از او تو را داماد خود بسازم. چی میگی؟ طبعا مثل داریم که میگن از کور میگه از خدا چی میخواه؟ چشم بینا. مبارک چی میخواه؟ آزادی خودش، و بعد از آزادی خودش هم که خانه جور کنه، داماد شو و ازدواج بکنه. مبارک خوشحال میشه، میگه که برای قاضی میگه که من هر چیزی که شما میگید بسیار تشکری میکنم از شما که اول مرا شما آزاد میسازید. قاضی مبارک آزاد میکنه و بعد دخترش به عقد مبارک در میاره. طبعا خانه داماد است، پسر در خانی خسرش، داماد خانی خسرش زندگی میکنه. تقریبا مدت ها سپری میشه، عروس به مادرش شکایت میکنه که شوهر ما بسیار مدت تقریبا 40 شبانه روز شد که به من نزدیکی نمی کنه. الحمدلله دخترای عزیز بایدم از بهترین ها مشوره بگیرن. رازشانه با کسی که نزدیکترینشان است، دوستدارترینشان است در زمین، مادر انسان. از هر کسی دیگه کرده مادر انسان اولادش دوست داره. خوشا به حال او اولاد، چی پسر است چی دختر است، که با مادرش راز دل داشته باشه، مادرش مشاور خوب خودش تعیین کرده باشه. آله دختر می آید پیش مادرش و همی واخره میگه که مادر، این 40 شبانه روز شد که شوهرم از من دور است. مادر برا شفته میشه، طبعا مادر میفهمه، تجربه داره، رنج میبره، دخترش تنهایی کشیده. میای به قاضی، به شوهر خودش، برازی همین شکوه میگه. قاضی هم تعجب میکنه که داماد ما خوب بسیار بچه خوبی بود، چیکار شد؟ مبارک میخوایم، مبارک بچه گلم چیکار شد؟ من تو شنیدم که تو چند شبانه روز یا 40 شبانه روز است که پیش خانومت نرفتی. مبارک آل آزاد شده، آدم پرهیزگار از خدا ترس است. میگه که پدر بزرگم، تو با من بسیار محبت کردی، لطف کردی، ما حالا اصل گپ ما برات میخوایم بگویم. ما فکر میکنم در دل ما تو یک چیز گشت که تو که قاضی هستی، قاضی دولت هستی، نشود در همی عوایدی که تو داری، معاشی که تو از دولت میگیری، در همی کدام لقمه حرام گد شده باشه، معاش تو همو پاکی خودش از دست داده باشه. به این خاطر من نخواستم که با همسر عزیزم، با دختر نازنین تو نزدیکی بکنم، که خدای ناخواسته اگر لقمه حرام در میده از او رفته باشه، از عواید تو
که نسل آینده ما، فرزندی که خدا بر ما میده، تأثیر بالای جو نکنه این لقمه حرامی که اگر از دسترخان تو همسر ما خورده باشه. بناهن ما ایره از همه اواید زحمت مزد دست خودم، آبلی کف دست خودم نان میگرفتیم و ما میخوردیم. الحمدلله اینا ما حداقل همی 40 روز تکمیل شده. انشاءالله که در میده خانم عزیز ما چیزی از ناپاکی نمانده باشه. قاضی هم تشکری میکنه از این پرهیزگاری و از این احتیاط داماتش. شما حالا فکر کنین که خداوند عزیز و مبارک کی را نصیب میکنه. طفل به دنیا میایه در خانه مبارک، پسرش است عبدالله. شما ایره خواد فهمیدین که عبدالله کدام عبدالله باشه؟ عبدالله ابن مبارک، سبحان الله. شهری آفاق است، از خدا ترسیش، از علمش، از تقوایش، از حکمتش، از مردم داریش، ستاره وقت خودش است. الله عزیز وقتی که انسان همونطور نیت کنه، اول شما قاضی رو سعی کنین نیت کرد که دخترش به یک کسی بده که آدم خدا ترس باشه. دخترش داد، یافت. و این پسر سعی کنین، این داماد سعی کنین که این چی خواست، چی نیت داشت که خدایا طفل به دنیا بیایه که ذره از حرام در وجودش نباشه، که او از وجود ما سرایت نکنه، لقمه حلال که ما نوشجان میکنیم ایک خدشدار نشده باشه، سبحان الله. عبدالله ابن مبارک خداوند برشان نصیب کرد. آله دامات عزیز، عروس نازنین، شما هم خیلی توجه بکنید، خصوصا کسایی که حال ما، خصوصا در اروپا اگر بگویم، در بازار وقتی شما میرین، در دکان ها وقتی چیز نان و خوردنی میخرین، حلال و حرام همه چیز هست. چقدر باید شما دقت کنین که این چیزهایی را که به حلق ما میره، اول خب باید پول حلال بیاید، بعد از اینکه پول حلال شد چیز را انتخاب کنیم که او هم حلال باشه. وقت است که ما یک نسل سعادتمند را انتظارش باشیم و تمنای همو روزها که در خانه های ما نطفه های حلال، اولاد صالح خداوند نصیب بکنه. حالی هم شما عزیزا اگر گفتنی داشتین داخل شوین صحبتانه، ما هم بشنوام. خدای ناخواسته باز هم همو چیزهایی را پسند نکنیم که غیر از خدا ترسی باشه و غیر از دینش باشه، مقام و شهرت و پول، اینا ها همگی که امانت چند روزه هست پیش ما، یک روز دست شما هست، یک روز دست کسی دیگه هست، میره. ما از وقت استفاده میکنیم. یک کسی دیگرم حکایتش بر شما میخوانم که شجاع الدین کرمانی هست، از کرمان هست، یکی از شیوخ بسیار معروف هستند. دختر داره، دختر پاکدامن، پرهیزگار، زیبا، و وقت ازدواج عظیم رسیده، در اینجا عمرا یا حکام کرمان یکی از اونها تقاضای ازدواج با دختر شیخ میکنه. شیخ حیران میشه که خدایا چیکار کنه. الی یک تلفن میگیریم. بله، برنامه رحمت. السلام علیکم. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید، صحبت کنین، صحبتتون شنیده میشه. درست، سوال بود از مولای صاحب ما. بفرمایید برادر عزیزم، سوالتون رو بگوین. عطاالله از جرمنی زنگ زدیم. عطاالله خان، بفرمایید برادر عزیز. یک سوال مهمی است که یک آدم است که میخواهد دختر خاله خود در خود بگیرم، همی خالهش برای شیر داده باشه، این میتونه که تیو زیواج کنه؟ یعنی
خالیش برای پسر شیر داده باشه؟ آن مثال پسرش شیر داده باشه و میتونه که زواج کنه، میتونه دختر خالیش. ها ای پسر از خالی خود شیر خورده، حال میخواد که با دختر خالی خود ازدواج کنه، اما طور است؟ آن خاله مثال داریم خور مادرش است، بله فهمیدم. آن مثال خاله دی شیر داده باشن. فهمیدم. شیر خالی خود خورده، حال میخواد که با دختر خالیش ازدواج کنه، اجازه است یا نیست؟ آنه. آکی. من یک سوالم بود. بسیار تشکر برادر عزیز. بسیار تشکر. سوالتان یاد داشت کردم. السلام علیکم و رحمت الله. ای شجاع الدین کرمانی دست و پاچه میشه که خدا چکار کنم، والی یا امیر منطقه یا حاکم منطقه از دختر ما خواستگاری کرده چکار کنم؟ از این میخواه که یک 3 روز برش مهلت بده. در این 3 روزی که بر از این مهلت میتن، شیخ چیکار میکنه؟ از این مسجد به این مسجد، از این محله به این محله میره که داماد پیدا کنه برای خودش، کال دختر عزیزش دگیر حاکم یا دگیر امیر نفته. بالاخره در یکی از این مساجد میره که یک جوان هست که مشغول نماز خواندن است. داخل مسجد میره و میشینه در یک گوشه که پسر نمازش خلاص شد. وقتی نمازش خلاص شد میره پیشش میگه که پسر عزیزم یک چند سوال ازت دارم، اجازه است؟ میگه بگو پدر جان. میگه که زن داری؟ میگه نه خیر. میخوای ازدواج کنی؟ ای چطور نه؟ اما میگه من از دنیا فقط 3 درهم دارم، دیگه چیزی ندارم. بازم این شماره تلفن میگیریم، بله. و 3 درهم میگه در کل دنیای خود من 3 درهم دارم، چیز دیگه ندارم. و من کی دختر خواهد؟ ای صبر کن. میگه برو خیلی 1 درهمش نان خشک بگی، 1 درهم دیگهش هم قرمه بگویم، یک چیزی که همراه نان خورده شود، و 1 درهم دیگهش هم خوشبویی و عطر بگی، بیا پیش من که من دخترم برای تو میتونم، تو داماد خود میتونم. ای پسر دیگه بال میکشه، 3 درهمش میگیره و فوری میره اجراءات میکنه، میایه پس پیش شیخ. شیخ دستکش میگیره و میره خانه. دخترش میگه بخیر بچه گلم، برای تو من یک کس را یافتیم، ببینش اگر که میخوایی موافقه میکنی که همیره همسر آیندی تو من انتخاب کردیم. دخترم به سفارش پدرش سر تسلیم میگذاره و تن به تقدیر این دختره در عقد این پسر پدرش در میاره. حالا شیخ برای داماد خود میگه چی گولیم، بگی دست دخترت، دست خانمت بگی و برین خانه. باز یک تلفن بگیرم. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم سلام و رحمت الله. صادق سلام علیکم، خوب هستین؟ خوب خیرتین؟ الحمدلله برادر عزیز، بفرمایید خوب هستین شما؟ شکر فاز خدا الحمدلله. صادق یک سوال داشتم جانم. از کجا شما تلفن کردین؟ از سعودی عربستان. بفرمایید. امی مادر خو خیلی زیاد شیرین است استاد، برای خودتون معلوم است اگر که آدم خیلی وقت 1 سال 2 سال یا 3 سال نبینش بعد از او بره و پایاش پچی کنه مشکل خو ندارن؟ مثلا اگر که آدم میرقم خودم میندازم مثلا که پایاش پچی میکنه و مشکل خو نیست انشاءالله. یاد داشت کردم شما را، خدا خیر بده، سوال خوب کردین. تشکر. السلام علیکم. سلام و رحمت الله. وقتی این پسر عروس خود دستش میگیره و میبره خانه، وقتی خانم عروس داخل خانه داخل میشه، میبینه که بالای کوزه آب یک نان خشک گذاشته شده. پرسان میکنه از شوهرش که این نان خشک چی است؟ میگه این برای خودت است، ما برای فردای خودت غم نان فردایت خوردیم. دختر وقتی جواب میشنه و بسیار برآشفته میشه، حیران میمونه چیکار کنم. پس دور میخوره از خانه، میگه من رفتم خانه پدرم.
راست میه خانی پدرش. طبعا داماد هم روش هست. خانه میایه پدر میبینه هر تعجب میکنه که بچی گلم چی شد دخترم؟ میگه پدر مرا 20 سال در خانه نگاه کردی که من تو را به یک آدم خدا ترس و پرهیزگار و مؤمن میتم. حال مرا برای کس دادی که ای سر خدا اعتماد نداره. برای من نان یک روز بعد مرا سرشته کرده. خداوند شما جوانای تو عروسا را نصیب کنه. در فقر و فاقگی شما هیچ شکوه نداشته باشه. غم صبح نان صبح غمش نخوره که برای من سبا یخچال خالی است، فلان چیز نیست، فلان چیز نیست، فلان چیز نیست. خداوند بر شما همسر نصیب کنه که قانی باشه، شکوه نداشته باشه از بیچارگی و تنگ دستی شما. ما در اینجا یک حدیث مبارک به شما گفتنی هستم که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم در شب معراج، از معراج که خیلی داستان ها هست، در سوره النجم در آیت دهم است که فاوحى اعوذ بالله فاوحى الى عبده ما اوحى، پس وحی کرد بر همون بندیش که همون رسول اکرم صلی الله علیه وسلم است وحی که باید می کرد. در اینجا اهل علم علما مفسرین این سر زیاد صحبت کردن او چی بوده او وحی. حتی در زمانی که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم آمدن و باز قصه کردن از این صحبت ها، صحابه ها مرکوتا میشن سوالات داشتن از اونا. بازم یک تلفن میگیریم، باز میگیریم. به نام رحمت، السلام علیکم. سلام علیکم. علیکم سلام و رحمت الله. یک سوال داشتم استاذم. بفرمایید، بلندتر صحبت بکنین. یک سوال داشتم. بله. سوال من این است که من همیشه وقت مادر خود میبینم به جایی که دستایش مش کنم تا که پایش مش نکنم آرام نمیافم. بعضی سوال برای من مطرح میشه پیش خودم که من مرتکب گناه نشم. بسیار خوب یادداشت کردم برادر عزیزم. دیگم سوال دیگم دارین؟ تشکر از دوست. شما از کجا زنگ زدین؟ از شهر فرایبورگ. فرایبورگ. بسیار تشکر برادر عزیز. در اینجا رسول الله صلی الله علیه وسلم برای هر کسی در رابطه با امی منظور از این وحی جوابهایی دادن. یکی از سوالها امی بود که حضرت عمر رضی الله عنه پرسان کردن که یا رسول الله صلی الله علیه وسلم منظور از این وحی که شما گفتین چی بود؟ پیامبر عزیز میگن که الله عز و جل الهام کرد برم گفت که من از امت تو سه گله دارم: الله منان، الله رحمان. از باب شما سه گله داره. یکیشی است که الله میگه من بر از اینا عمل فردایشان پرسان نمی کنم که تو فردا چی خواد کردی، همین لحظه چیزی که کرده ازش پرسان می کنم. از دیروزش اگه پرسان بکنم که دیروز چی کار کردی، اما فردا رو پرسان نمی کنم که در فردا مسئول فردا باشه. اما بنده های من روزی فردایشان از من میخواین. سبحان الله. گلی دومشان از ما و شما، از ما بنده ها که خدای عز و جل میفرماید که یا رسول الله، یا حبیبم، عزت و ذلت همه گید اختیار ما هست، اما بنده ها از دیگر ها سراغ میکنن، عزت و ذلت از طرف دیگر ها جستجو میکنن در حالی که پیش ما هست. سبحان الله. واقعا که ما یعنی نوجوان مردانگی هستی، مردانگی نیست که ما در برابر الله ما ای کار بکنیم.
عزت بریم از دیگر ها بخواییم. اگر یک رئیس دولت، یک آمره، یک کسی دیگی که صاحب جا و جلال هست، یک انسان است مثل ما و شما، آره او باید ما را قدر کنه، ما را او باید عزت کنه، با او باید چاپلوسی کنیم، با او باید خدمت کنیم، مدح از او را باید بکنیم، رضایت از او را باید بگیریم که او، در حالی که الله عزیز میگه عزت و ذلت همه در دست ما هست، چرا او طرف میرین شما؟ سوم میگه ما دوزخ برای امت تو نساختیم، ولی اونا تلاش میکنن خود او پردن. نعوذ بالله. حالی در همو مطلب اول که این بیبی هم، یه عروس گل که رفته خانه شوهرش، در اونجا میگه که من با کسی که به خدا اعتماد نداره، به الله باور نداره یا اعتماد نمی کنه که رزق ما پیش الله هست، این وقت غم نان من بر سبای ما آورده، سر کوزه مانده. شما حالی از ای بی بی چی برداشت میکنید؟ بعد از او پسر داماد خودش متوجه میشه که کلانی درس بود بر من، فوری او نانه میگیره و بر یک فقیر میده و دست خانمشه میگیره و پس دوباره خانه میبره که بیا نفهمیدم، خدا تو را خیر بده که مرا درس دادی، هوشیار ساختی. حالا میریم که برادر چی میگه. بله برنامه رحمت، السلام علیکم. بله بفرماین خواهر، بفرماین. سلام علیکم. سلام، برنامه رحمت. برنامه رحمت است. بله شما از کجا گپ میزنین؟ ما از لندن گپ میزنم. بفرماین خواهر، بفرماین. بله آقای کریم است؟ بفرماین، مهاجرزاد هستم. بله سلام، میخواستم یک کم مشکل دارم امروی، امی بچه نوجوان است. بله امی 17 سالش هست، هیچ وقت گپای من گوش نمیگیره، بیرون میره. امی میخواهم که خودتان نظر بدین چی کنم کد از این. بسیار خوب خواهر عزیز، شما همین شماره که فعلا دارین، اگر شما بعد از برنامه به من زنگ بزنین، باز ما بر شما یکان صحبت میکنم. اوکی؟ بسیار تشکر از تلفنتان. السلام علیکم و رحمت الله. حال خانمای عزیزه که قناعت کنند در وضع اقتصادی شوهرشان، پروردگار اینا را مکانشان و مقامشان بالا میبره. رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث هم میگن که اگر کسی به آزار شوهر خود صبر کنه، بعضی شوهرها نقنقی هستن، آزار میدن خانمایشان، ولی خانم به نهایت شوهر خود او را پذیرفته، پدر اولادش است، نازش میبرداره، نقنقش میبرداره، یکان وقت سخت است این کار، ولی برای صبر میکنه، فوری در صدد تلافیش نمیشه که بگویه که حق نداری حرفا را بزنی، و طبعاً وقت در برابر او صبر میکنه. او شوهر هم یک روز میبینه، دو روز میبینه، آخر هم که شیر انسان خورده، باز متوجه خواهد شد که من چی کار میکنم. خصوصاً اگه شوهرها از خدا بترسن، انسان است، همون کسایی که ما میگم از خدا میترسه، اونا شاید هیچ آزار نتن زنهای خدا میتن، ولی یه وقتی متوجه شدن که کارشان خوبه نبوده، اونا دستبردار میشن، جبران میکنن. وقتی که یک کسی بگه از خدا بترس، خانمت اذیت کردی، او پشیمان میشه از اون کارش، چرا؟ از خدا میترسن. بنابراین خانم اگر صبر میکنه، رسول الله صلی الله علیه و آله گپشون بی حکمت نیست، وقتی شما صبر کردین آدم متوجه میشه. بسیار خانمایی بودن خدا همراهشان که شوهرای بسیار گمراه و بیرا و سرکش، نه ای که مفسد بودن، بی نماز بودن، ولی اخلاق خوب نداشتن با خانمشان، با دیگرها بسیار به نرمی و خوبی رفتار، اما خانه که می آمده با خانمش خوب روی نداشتن، اما خانم بسیار با حکمت بوده، با تدبیر بوده، صبر کرده. اما مرد امروز بالکل، یعنی او مرد نیست که دیروز، ولی خودش میفهمه که من صبر و حوصله کردم، خدایی را اصلاح کرد، میگه نوش جانش این کار کرد. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم امیره میگه
و زنی که میگه مهر خودش برای شوهر تنگ دستش، شوهرش کم پیسه است، نادار است، مهر که سرش هست امور برش میبخشه. چی میکنه الله عزیز با این زن وقتی که بس آزار اذیت خان شوهر خود صبر کرده، مهر که حقش است شوهر دیده که ناتوان است برش بخشیده. الله منان، الله مهربان، میگه این خانم از عذاب قبر، از عذاب قبر به الله پناه ببره، از عذاب قبر نجات میده. و میگن که با فاطمه دختر پیامبر صلی الله علیه و آله، دختر خودم، دختری که بی بی زنای بهشت است، میگن الله منان همین بی بی را، همین خانمه که صبر کرده و نفقیش به شوهر، مهرش به شوهر نادارش بخشیده، برالوی ازی که از عذاب قبر نجاتش میده، با دختر خودم با بی بی فاطمه زهرا ایره در روز قیامت حشر میکنه. شما از او بی بی ها شوید عزیزای من. مثل که ما از میان برنامه یک کم گذشتیم، حالا میریم به طرف یک میان برنامه، یک استراحت کوتاه میکنیم، باز دوباره به خدمت شما هستم. السلام علیکم و رحمت الله. الله الله يا الله 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 يا الله 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 يا شهادت می دهم بر این که یکتایی یا الله، بجز تو نیست خدای و تو تنهایی یا الله. شهادت می دهم بر این که یکتایی یا الله، بجز تو نیست خدای و تو تنهایی یا الله. بیدادی جمله را هستی ربی من یا الله، تو یکتایی و یکتایی و یکتایی یا الله. همه عالم گواه است بر وجودی ذات یکتایت، تو تنهایی و تنهایی و تنهایی یا الله. شهادت می دهم بر این که یکتایی یا الله، بجز تو نیست خدای و تو تنهایی یا الله. شهادت می دهم بر این که یکتایی یا الله، بجز تو نیست خدای و تو تنهایی یا الله. توانایی علمی تو همه چیز را فراگیرد، توانایی و دانایی و دانایی یا الله. محمد را فرستاد برای دعوت اسلام، تو هادی جمله مایی و مایی یا الله. شهادت می دهم بر این که یکتایی یا الله، بجز تو نیست خدای و تو تنهایی یا الله. الله الله یا الله. رضای تو بود بر آن که از وی پیروی داره، تو محبوبی و محبوبی و محبوبی یا الله. الله الله یا الله. الله الله يا الله. الله الله يا الله. الله الله يا الله. تو نوری آسمانی و زمینی کردگاری من، تو رحمانی و رحمانی و رحمانی یا الله. الله الله یا الله. الله الله یا الله. هزاران این سپاس و شکر ما بادا نثاری تو،
تو معبودی و مقصودی و مقصودی یا الله 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 یا الله سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خواهر و برادر عزیزم، با شما دختر شیخ نکاحش و عروسیش و همه گیش دیدیم که دسته دینار یا دسته درهم تکمیل شد، رفتن خانی بختشان. امروز چه حال است سر جوان ها، سر فامیل ها؟ بغیر از اینکه پول مصرف میکنن و شرایط ایجاد میکنن که جوانها را از ازدواج مانی میشن، بسیار کسا نمیتونن نال عروسی بکنن به خاطر که مصارف بسیار گزاف است. او پدر دلسوز، او مادر دلسوز وقتی به اولادش میبینه که امروز وقت عروسیش است، اگر دختر است اگر پسر است، اهمال دیگه نکنن، چیزهایی را بین نیارن به خاطر همچشمی، به خاطر که چند نفر نگوین که در عروسی از این ما را خبر نکرد یا فلان کار نکرد یا در فلان سالون نگرفت یا که چند رقم غذا تیار نکرده بود یا لباسهایش از فلان جای نامده بود یا اینقدر طلایی را نداده بود. شما را به خدا اینا هر چقدر این کار بکنین باز هم مردم قانع نمیشه. مردم اگه میخواین خوش شوه امکان ندارد. بنان خانی اولادتان شما خراب نکنین، اولادتان را به گناه تیله نکنین. خدای نخواسته اینا در وقتی است که ازدواج کنن شما ما میبینین مانعها در سر راهشان است، یا شما میکنین یا طرف مقابل میکنن که باعث میشین که اینا ازدواج نکنن. خدای نخواسته اگر اینا در این مرحله جوانیشان که آتش است، خیلی مرحله سرنوشت ساز است، اینا اگر چشمشان دستشان به گناه آلوده شود، مسئول شما هستین، شما کردین، بهش الله چطور جواب میدید؟ در بعض جایا هست که گله میکنن، شکوه میکنن، تلفن ها پشت پشت میاد که چنان مهر بلند میگذارن که ما نمیتونیم از عهدش برایم، بچه ما بسیار دیر شد که زن نمیافیم برش، یا دختر هم میرخم است و دختر از حیایش در خانه پدرش نشسته. خانه هزار دفعه دخترهای عزیز خانهایشان آباد که عزت و آبروی پدر و مادرشان خریدن، تو اونجا خودشان بندی کردن در خانه پدر و مادرشان. شما از دل از اونا نمیایین؟ شما وقتی که خودتان جوان بودین، پدر عزیز مادر گلم، شما وقتی که جوان بودین چه حال داشتین؟ چقدر سر پدر و مادرتان اگر شما را قید کرده بود نمیداد برای هر کس، چقدر قار بودین؟ حالا چرا اون کار سر اولادتان میکنین؟ ببینیم خوشبختی دیگه چیز هست. خوشبختی عروسی نیست که شما یک سالون مجلل میگیرین به هزارها پول مصرف میکنین. بعضی محافل هست که میبینن سرش تا آخرش گناه هست. شما یک خانه مبارک میخواین سر تهدا بشه بگذارین به گناه و به عصیان. پیامبر خود گفت کسی که سنت مرا اگر رغبت برش نداشته باشه از من نیست. حال شما بگویم که سنت به جای کردین و میگیم بله ما مطابق سنت رسول الله مبارک عمل کردیم، بچه خود زن دادیم یا دختر مشور دادیم. اما کدام محفل داخل شدی تو؟ چه رقم میره تو سر سامان دادی که پیغمبر نفرت میکرد داشت از این رقم محافل؟ محافل که نمو شما میبینیم حیفا پادشاه نجاشی خواستگارش است، اما یک کس نصیبش میشه که پول نداره که نان بیاره، خانه نداره. اما نتیجه از ازدواج چی شد؟ بهشت خدا برشان مژده کرد. بنابراین عزیزای من توجهشان در این کارا باید مبذول داشته باشند. برادر عزیزی که گرچه سوال مطرح به موضوع ما قدر چیز نداشت، ارتباط نداشت،
که نیت حج دارن و میخواین که برن، ولیکن سر راهشان کسایی گرفته که اونا پول میخواین از پیششان. پس شما این پول به خاطر که برین حج این پول میتین برشان. او رشوت خور است یا او یک ظالم هست که شما را در یک فشار در یک نقطه گیر کرده که شما آرزوی رفتن به حج دارین، اما از روی دیگر رقم شما را میخواه ببره. اگر قرعه کشی است شما تن به تقدیر بتین، اگر خدا شما را خواسته بود اول قرعه به نام شما میبره. حالا فرض کنیم اگر همین قرعه شما نخواستین، از روی قرعه از یک راه دیگه میخواستین برین، کو باز او را سر راهتون تو چیزایی هست که شما را به مشکل روبرو میکنه. شما به این ترتیب حق یک نفر شما گرفتین، او خصوصا هم برای یک مملکت، مثلا برای تاجیکستان مثلا میگم 1000 نفر وزارت حج عربستان تصویب کرده که امسال 1000 نفر بیان، مثال میگم. حالا ایمی آدمی که قرعه به نام شما نبر آمده ولی از یک راه دیگه ای برای شما میده، خب پس اون نازمو 1000 میگیره، یک داره خیانت میکنه میگیره و شما برش پول میدین. پس شما حق یک نفر دیگه را گرفتین. آیا این حج شما در روی چی رقم میشه؟ این حقتون نبوده. بعض جایی هست که شما را فشار میده که میخواین خانیتون است، میخواین قوالیش را بگیرین، مثل که در افغانستان است، شاید در تاجیکستان هم باشه، قوالی خانیتون، خانی پدرتون است، میگین این خانی ما است، به قوالیش تیر نمیکنم. چرا باید مصرف شه بیتی؟ چی مصرف از برای خدا؟ باید یک چیز بتین برش. اینجا بعض علما میگن تو حق خودت میخوای بگیری، این حق دیگه کس نیست، در اینجا این سر تو ظلم میکنه، این پول مثل کس تو به زور میگیره، شاید در اینجا خداوند تو را مؤاخذه نکنه. اما در این طرف دیگه بگذاریم، خدا اگر خواست میرین، قرآن است نی؟ قرآن به نامتان برآمد میرین، قرآن نبرآمد. حال ما در جای هم داریم که میگه اگر پادشاه ظالم سر راه را بگیره شما را نمیمونه. در بسیاری کشور هم دمی تاجیکستان سالهای قبل کمونیست‌ها وقتی که بیداد میکردن، نه خدا را میشناختن، نه اسلام را میشناختن، نه انسان را میشناختن، ظلم میکردن، حقوق بشر، حقوق انسان، حقوق مسلمان که اصلا نبود، کس میتونست بره گرفته بودن 10 نفر 15 نفر. شما خودتون میفهمین که در وقتایی که اینا در اوج مستیشان بودن، لجامایشان گسیخته بود، سر بنده های خدا ناروا میکردن، اسلام را تحقیر میکردن، چند نفر به حج میرفت اونمونو. آره او پادشاه ظالم است، شما پول دارین، صحتمند هستین، هیچ چیز، اما سر راه شما را یک کسی گرفته، پادشاه ظالم، اما مامور، اما نماینده مو پادشاه است، اما از مو یک کسی هست که او را موظف کرده. بنابراین بر شما از او را نرین به نظر من، والله اعلم. برادر عزیزی که یا خواهر عزیز بود، برادر عزیز بود که گفت که کسی میخواد دختر خالی خودش بگیره، اما شیر خالی خودش خورده. پس اگه شیر خاله را خورده، این پسر در او خانه اولاد از او خانه است، خواهرها و برادرها از او خانه خواهرها و برادرهاش میشه. اما اگه یک برادر دیگه ازی دختر خالی خود بگیره که شیر نخورده باشه، او اجازه هست، اما از طریق شیر شما محرم شدین بر اون مادر، مادر شما است، دخترای از او مادر مثل که شما پسر شدید و هم دخترایش هستن، شما پس پسر از او خانه شدین، این کار شما نکنین، والله اعلم. او دو تا برادر عزیز که به مادرکایشان چقدر محبت داشتین، شما را خدا اجر بده. او برادر عزیز دیگه من جگر من میگه که من دلم یخ نمیشه که تو پای مادر من بوسه نکنم، احساس الله برای تو داده، تو چقدر خوشبخت هستی، او مادرکت چقدر خوشبخت است، مثل تو آره یک اولاد صالح داره، دعایشان رو بگیرین. اما پا را بوسه کردن، سر انسان خیلی کرامت داره. بنابراین شما همون محبت قلبیتان بر مادرکتان که نشان میتین، قلبن او را دوست دارین، ولو بوسه نکنین، سر مبارکش بوسه کنین، دستکای مبارکش بوسه کنین، شانگکای مبارک بوسه کنین، زیاد و قدر اغلو نشوه، خدا نکنه که من این حرفم به جای باشه. بنابراین شما خوشبخترین اولادهای مادرتان هستین که شما در خدمت مادرتان هستین، احترام میکنین، او دلک مادرتان باغ باغ میشه که شما میایین دستکش بوسه میکنین، شانیش بوسه، یک لطف خوش میکنین، کتش گپ خوب میزنین، حتما مادرکا خال سنکایشان بالا رفته، آرزویشان است
که اولادش دوستش داشته باشه، اولادش احترامش نکنه، اولاد بالا سعی نکنه، اوف نگویه. در این کارتان شما جنتتانه، کلی جنت در دست مادرک هست، میتوردان اون کلیشه. در حقتان دعا میکنه، خدا خیرتان بده. و اون خواهرک من که از پسر 17 سالیشان شکوه کردن هست، متاسفانه مادر جان این بچه ها هستن که ایستین سال همه طوره هست که بچه ها یکان وقت تا سنای کلانم تا شاید 20 سال هم شون قدر مادرشان نمیفهمن، قدر پدرشان نمیفهمن، گپ خوب نمیفهمن. با اونا خشونت نکنید، دو دشنامشان ندید، از خودتان نرانینشان. همو لطف خوش شما بالاخره سبب میشه که او پسرک برا میایه. نامید نشه. راه های خوبش همی از دعا کنین در حقشان. شما وقتی نماز میخوانین یک دعایتان خاص بسازین بر اولادتان که یا رب اولاد من تو صالح بساز، تو هدایتش بکن، تو مطیع و فرمانبردار خودت بساز، اول مطیع و فرمانبردار الله ما باشن اولادکای ما. باز وقتی که از الله حیا کردن باز از شما خود به خود اطاعت میکنن. بنابراین شما هیچ وقت مایوس نشین، هیچ وقت برخورد زشت نکنین امرایشان. وقتی شما را ببینه که دلسوزش هستین حال درک نمیکنن. بسیار بچه ها هستن که تا مکتبشان خلاص میشه، 12 هم خلاص میکنن، هنوز هم خوی طفولیت دارن. اونا در یک محیط کلان شدن، متوجه نشده اول انسان که باید با اینو چه قسم رویا میکنه. بعضی کسا هست دمو خویش هم اطور هست، شاید که پدر مادرش و قدر در اصلاحش بیتفاوتی نکرده باشن، ولیکن تلاش کنیم به حال خودشان نمانیم، شان مواظبشان باشیم که اشتباه کلانتر نشود. حال اگر خدا نخواسته گپ شمار نمی کنه، فردا بیادبی نکنه، یا گپ سخت شما رو نزنه، ده اون مرحله نرسانیم. یا خدای نخواست در مقابل پدرش کنه. شاید حال پسرها معمولا دخترها پسرها از پدرهایشان نظره میترسن یا حیا میکنن، از مادرهایشان قدر سر مادرهایشان دلاور هستن. مادرها همیشه دلک نازک داشته، عاطفه زیاد بوده، مهربان بوده، به اون خاطر بچه ها جرات پیدا میکنن سر مادرهایشان. ولیکن شما به حوصله نشوید. اگر که چیزهای دیگه هم بود از خصوصیات اولاد میخواستین برام بگویم که شماره تلفن پشتان هست، باز بر ما تماس بگیریم. حال ما میبینیم که پدر مادرها برای اولادهایشان خودشان وقف کردن، دیگه خوشی خودشان نمیخواین، خوشی اولادشان نمیخواین. پس اولاد تا که مادر نشه، ما کل ما شما میگپ میزنیم. ما هم شاید که تا وقت پدر نشده بودم نمیفهمیدم پدر من را چقدر دوست داره، چقدر من آزار دادیم پدر من. خدا ببخششان، خدا رحمتشان بکنه. آل پشیمانی ما سود نمی کنن، جزی که از خدا عفو بخواییم و در حق از اونا کار نیک انجام بدیم. دعا کنیم در حقشان که خداوند اونا را رحمت بکنه. ولی او کسایی که پدرهایشان زنده هست، مادرکایشان زنده هست، اینا باید این چانس از دست نده. در همو چیزی هم که آیت مبارک را که پیشتر تلاوت کردم در از سوره النجم، بعض علما همو وحی گفتنی کدام وحی باشه، منظور از این وحی چی خواد باشه. بعضی از مفسرین میگن که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم خودشان همینطور یاد کردن که پروردگار به من گفت که ای محمد صلی الله علیه وسلم، امت تو را مال زیاد ندادم، بخاطر اینکه روز محشر اینا باز جواب داده نمیتونن. از مال زیادش انسان چقدر جواب خواهد داد؟ قارون شاید که فعلا کسی مثل از وار سرمایه دار نباشه در دنیایی که ما شما زندگی میکنیم. میگن که کلیهای خزانهایش شترها بار شترها بود، حالا یک کسی چند میلیارد خواهد داشت در اون وقت. یعنی به امت پیامبر علیه السلام که ما و شما هستیم، الله او قدر مال نداده که ما جواب داده نتانیم. میام از لطف خدا بوده که در روز قیامت حساب دشوار است. عمر طویل ندادم میگه بر امت خودت که اینها
قلبهایشان سخت و سیاه نشه. الله چطور شما را دوست داشته؟ یا اما لطف پروردگار بوده به یه امت آخر زمان. ما قدر پیامبر عزیز ما را نمیشناسیم. این تحفه هایی است که از آسمان در معراج به ما و شما پیامبر عزیز آوردن. این هر گپشان یک در است، یک گوهر است. پیامبر میگن که الله عز و جل گفت که بر امت تو مرگ مفاجات یا مرگی که دفعتن میای میگیره غافل گیریش میکنه هست، یگان کسا شده عام نیستی سر امت پیامبر علیه السلام. که چرا؟ که توبه کردن مجال نداشته باشه، سلب نشه ازش توبه کردن، یعنی گناه کرده اما دفعتن عجل نمیگیریشه، برای از اینکه یک چانس برای توبه برش باشه. امت های پیشتر گناه که میکردن دفعتن الله میگرفتشان، غرق شدن، سنگ باریده، آتش باریده، طوفان شده، چی کارا شده، زمین چاک شده رفته. اینا همه مرگای مفاجات یا مرگای فوری که هیچ وقت چانس نمیده بر انسان. و باز پیامبر عزیز میگن که الله گفت که امت تو را من امت آخرین قرار دادم که زیاد در گور نمانند، در قبرهایشان زیاد انتظار نمانند. سبحان الله. حالا از امت نوح علیه السلام حساب کنیم، از دوران آدم علیه السلام وقت حساب کنیم، هزارها سال شده که هنوزم در زیر خاک است مردم. ما امت آخر هستیم، علامت های قیامت هم میبینیم، میگیم امروز سبا شاید دنیا ختم میشه. ایم از لطف الهی بوده که امت پیامبر عزیزه زیاد در زیر زمین نگاه نمی کنه. سبحان الله. و این خاطر ما امت آخری هستیم که در قبر ما را خدا زیاد نگاه نکنه. از الله ما تشکری میکنیم، از پیامبر عزیز ما صلوات میفرستیم برشان که روحشان شاد، راهشان گرامی باد، درود الله برشان، مقامشان محمود، از خداوند، از اهل و عیالشان راضی بوده. پروردگار خانم ما را، دخترای عزیز ما را در جمله همو بیبی های صدر اسلام حساب بکنه، و مردها را، جوان های ما را خصوصا در جمله مردهای صدر اسلام خدا حساب بکنه. ما این افتخار را داشته باشیم که فردا با دست های شما جوانان، با دست های شما نسل نو، این اسلام بر دوباره زنده شود. صحبت من در همینجا خاتمه میتونم. شما را به الله منان می سپارم. برنامه آینده ما که همیشه از این باد روزای جمعه هست، برنامه زنده که از ساعت 9:30 وقت هامبورگ یا 10:30 وقت مکه مکرمه هست، شما از کشورهای خودتان می فهمین حسابتانه، و روز یک شنبه ساعت 4 عصر است و وقت مکه مکرمه، و ساعت روز پنج شنبه ساعت 5:30 یا 5:30 وقت مکه مکرمه برنامه تکراری دوم روز پنج شنبه است. با امید خوشبختی و سعادت شما، با امید از اینکه در برنامه آینده باز هم ما فرصت داشته باشیم، زنده باشیم، با هم ببینیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سبحانك اللهم و بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک. أوحى به الله وحياً ففض نوراً وأحياً، به الموات فكان الدنيا المراد لعليا، دنيا المراد لعليا، وللحياة ربيع يهمي على الروح ريا، ومرفأ والأماني ظلاله تتفيا، فكان الدنيا المراد لعليا، دنيا المراد لعليا، وللحياة ربيع يهمي على الروح ريا، ومرفأ والأماني
ظلاله تتفيا بالدمع تتلوه عيني والقلب بات نديا.